حالا ما میخواییم این حق حاکمیت رو موضوع بحث کنیم. مسئله لایسیته که میخواییم به اصطلاح این بر اون بر برسیم، مستقیم به خود بحث بخواییم بپردازیم، یه مسئله ساده نیست. شما بگید که ما جمهوری خواه لایق هستیم و قضیه حل بشه. الان در خود اروپا کشورهایی هستن که دین از دولت جدا نیست، آزادی در از این فرانسه الهی کم بیشتر است، مثل دانمارک. پس این مسئله ایست که باید خوب موضوع بحث بشود، شکافته بشود، تمام جوانبش با محکار عمومی در میان گذاشته بشود. چون در کشور ما این طوره که بله به نحسی که شما میگید لایی یاد رژیم رضاخان میفته، در ترکیه هم که بگید لایی یاد دوران آتاتورک و بعد از اون میفته. یه نوع دیکتاتوری به نام این که من آنم که میخواهم دین رو از دولت جدا کنم. لایی شکر اصلا برای این است که دیکتاتوری نباشه، برای این نیست که یه دیکتاتوری باشه که صفت دینی نداشته باشه. از یه محتوا میخواد، ظرف خالی نیست. لایسیته ویژگی اولش، من اینجا 14 ویژگی نوشتم برای لایسیته. قبلا این رو در یک سمیناری در ایتالیا موضوع بحث قرار داد، البته اون زبان فارسی نبود، با کارشناسان اروپایی بود. حالا به زبان فارسی با شما در میان میگذارم، ولی البته در 15 دقیقه نمیشود. من همینقدر بتونم فهرست کنم براش. اون ویژگی اولش این است که دولت لایق باید که پر باشه. از چی؟ از حقوق ملی. منافع ملی نمیگم، حقوق ملی. حقوق انسان. عرض کنم به شما اصول راهنمای مردم سالاری. نه، همه باید با شفافیت تمام در قانون اساسی بیاد. حالا تنها مسئله دین هم نیست، مرام هم هست. دولت مرامند هم نمیتوانه باشه. برای اینکه میشه دیکتاتوری، اول خودشون مرام نقض میکنه. در اروپای شرقی دیدید. اول خودشون مرام نقض میکنه، بعد میشه خالی، خالی از هدف، بعد هم میمیره. اینه که دولت باید که لطف فرموده بی مرام باشه. مرام مال انسان هست، دین هم مال انسانه، مال هر کس هر سلیقه ای داشت. پس این تفصیل زیاد داره، من همین خیلی خلاصه میخوام بگم که این ویژگی اول لایسیته اینه که دولت باید خود باشه از حقوق، حقوق ملی، حقوق انسان، اصول راهنمای مردم سالاری، علاوه بر اینها حقوقی که ما به عنوان جامعه از جامعه های بشری در محیط سیست کل جهان داریم، در فضا داریم، اینا ما حق داریم. همچنین نیست که بگیم محصور میشه به مرزای ما. این حقوق باید به دقت روشنی در قانون اساسی بیاد. عرض کنم به شما ویژگی دوم این که همینه که الان عرض کردم، دولت میباید مطلقا، چون فقط حقوق رو در بر میگیره، خارج از اون هر چی باور هست، خوب بد نمیدونم راسیونل ایراسیونل، اینا به انسان مردم مربوطه، به دولت متقا ربطی ندارد. مرام و دین مال مردم است. خب حالا این مسئله اینجاست که شما میاد میگید که باور داشتن یا نداشتن به دینی شأنی از شؤون انسانه، حقی از حقوق انسانه. اما خب دولت این وسط چه کار است؟ اون در قانون اساسی باید این آزادی دین، آزادی مرام به دقت و روشنی تمام
بیان بشود. نه دولت تجاوز حق تجاوز پیدا کنه به این آزادی، نه در جامعه کسانی یا نهادهایی این حق رو پیدا کنن که مفتش عقیده مردم باشن. چون این امکانش هست که شما تو قانون اساسی می نویسید این جور اونجا، بعد اون آقای روحانی میگن من امر معروف نهی از منکر دارم، من خودم مراقبم که کی به دین عمل میکنه کی نمیکنه. حالا این دولت باید مراقبت کنه، هر کسی دین یا مرام مال خوبست، دیگری حق ندارد به این حق انسان تجاوز کنه. این ویژگی دوم. ویژگی سوم خشونت زدایی است، جزی از لایسیته است. دولت کارش خشونت گستری نیست مثل رژیم کنونی ایران و استبدادهای من مثل مبارک رو عرض کنم بن علی. این آقای بن علی به عنوان به اصطلاح مبارزه با اسلامگرایی 40,000 در زندان داشت. 40,000 برای جامعه ده میلیون تصور بکنید. بله این دولت کارش باید خشونت زدایی باشه، محیط جامعه رو سالم بکنه برای اینکه جریان اندیشه آزاد باشه، تا این دینها مرامها عرضه بشون، نقد بشون، به جامعه بتونه آزادانه انتخاب بکنه، انسان ها بتونه آزادانه انتخاب کنن، اکثریت پیدا شه، اقلیت پیدا شه، هر کدوم حقوق خودش داشته باشه، کار خودش رو بکنه. عرض کنم به شما ویژگی اگر سوم بوده میشه چهارم، این که دولت میباید خالی از تبعیض باشه و اینکه کارش تبعیض زدایی در جامعه باشه. این که میگن در فرانسه مثلا لایک رژیم دولت لایک دارد، حالا اجرا بشود نشود بس دیگه است، طبقاتی مواقاتی نعمل بلدیم، بله رژیم طبقاتی است و تبعیض هم هست همین چیز هست، اما قانون میگوید که لایک دولت لایک دولتی است که تبعیض رو نمیپذیره، تبعیض مرد بر زن رو نمیپذیره، تبعیض عرض کنم به شما سیاه بر سفید، سفید بر سیاه رو نمیپذیره، تبعیض های دیگر نمیپذیره. خب حالا ما آمدیم و اینجا یک از لحاظ سوری هم میشه این بنابرای رو درست کرد که همه تبعیضی هم نباشه، اما از لحاظ واقعی نه. فرض کنید در یک جامعه مثل ایران اقلیت‌های قومی وجود داره، از لحاظ سوری میشود گفت یه نفر یه رأی، اما یه نفر یه رأی اون اکثریت همیشه، مثلا فرض کنید اگر دو قوم فارس و ترک اکثریت باشن، اینا دائم میتونن حکومت کنن، اون اقلیت هم هر وقت غرزت بهش بگن که آه یه نفر یه رأی، نه اونجا باید که تبعیضی هم به زیان اونها از بین بره که به طور واقعی همه در اون جامعه برابری داشته باشن. و در ویژگی پنجم این که شفاف باید باشه، قانون اساسی دولت لائیک باید در شفافیت کامل تنظیم بشه، به ترتیبی که هر کس به هر زمانی قدرتی آمد مثل قانون مشروطه ما نباشه که آقای علیحضرت آمد گفت آقا من حق اونجا گفته حق انشای قانون دارم، همین اختیار با آقای امینی هم دار گفت من اختیار انشای قانون دارم، باید روشن واضح شفاف باشه. مثلا مصدق میگفت که شاه حق حکومت ندارد، اون میگفت نخیر من طبق قانون اساسی حق دارم. عرض کنم که چقدر من وقت دارم؟ ویژگی پنجم یا ششم این است که این آقای روژیس دوبره عضو کمیسیونی بود که آقای شیرت معین کرد برای این روسری، ماجرای روسری و علامت دینی. اون کتابی هم نوشته و میگوید تحت عنوان سوکی وال و وال. این در اون کتاب میگوید که دولت لایق معنی دارد، جامعه لایق بی‌معنی است. حرف منطقی هم هست، صحیح هم هست. دولت لایق گفتیم به این جهت که بی‌طرف باید باشه و
اما با طرف بودن و عقیده داشتن شأنی از شؤون انسان است. پس در جامعه که اصل کثرت‌گرایی است باید چی باشه؟ اونجا عقاید مختلف رعایت می‌شود، از دینی و غیر دینی. خب در اینجا یه مسئله پیش میاد، اون اشتراکات هست. چون دموکراسی اشتراکات هم داره دیگه، در حقوق با هم موافقیم که میشه قانون اساسی. اون اشتراکات و اون موارد حق اختلاف، اونم باید به دقت در قانون اساسی مشخص شده باشه. عرض کنم به شما اگر من میخوام با خیلی عجله بروم جلو بروم، مثلا ارزش بعدی میرسد به این که کثرت‌گرایی که احزاب مختلف به نام همین کثرت‌گرایی پدید می‌آیند، اینها میتونن و باید اشتراکات داشته باشن که در همون دموکراسی است. و اون اشتراکات اینهاست که دولت لائیک در دولت لائیک بیان میشود، به طوری که اونها بتونن هم در اون چی که اشتراک دارن هم کاری کنن، هم در اون چی که اختلاف دارن با هم مبارزه اصطلاح صحیح درست کنن. و بالاخره بعدیش عرض میشود به این که نه تنها دولت لائیک باید بی‌طرف باشه، نهادهای اجتماعی هم میباید بی‌طرف باشن. از جمله اونها نهاد دینی این حقی از ویژه نمیتونه داشته باشه. اصلا رابطش با انسان رابطه ایست که انسانه که باید به اون رجوع کنه، نه به عکس که اون آقا حکومت داشته باشه ولو نه طریق دولت به عنوانی که من نهاد روحانی هستم و تو باید از من پیروی کنی. به این عنوان هم نهادهای اجتماعی نمیباید صاحب مرامی باشند که مخل آزادی و استقلال انسان باشه. عرض کنم ظاهرم ایست که داره تمام شد. یه دقیقه دیگه بله یه دقیقه دیگه عرض کنم میشه بعد عدم سانسور. این باید به دقت در قانون اساسی مشخص میشود که دولت حق سانسور ندارد. بعد اینکه دولت مصالح ملی خارج از حقوق ملی، به این جهت گفتم من نمیگم منافع ملی، چون این دولت ها کارشونه. اونجا که پای حقوق میاد میخوام بزنن زیر پا، پای مصالح ملی کهش معلوم نیست چه تعریفی داره پیش میکشن، یا منافع ملی پیش میکشن، بنا به اون حقوق انسان حقوق جامعه رو میذارن زیر پا. پس این هم مال اصل تقدم حق بر مصلحت. بعد اصل تفکیک ناپذیری حقوق است. دولت حق نداره که بگه این حق رو تو فعلا این حق داشته باش، اون یکی رو من میخوام اگر بخوای هر دو داشته باشی، نمیشه. نه، این باید تفکیک ناپذیر باشه. اصل عدم تقدم یکی بر دیگری، حقوق رو نمیشه یکی رو مقدم بر دیگری کرد. و بالاخره اصل اینکه برابری در حاکمیت به معنای واقعی باشه، یعنی به ترتیبی که الان عرض کردم یه نفر یه رأی درست، اما این باید واقعی باشه نه سوری. الان تو فرانسه یه نفر یه رأیه، اما میدونیم که سوریه. بسیاری از اکثریت بزرگ از جامعه امکان واقعی برخورداری از حق رو ندارن. اینا باید در قانون اساسی گنجانده بشود که جمهور مردم، تکاتک یکایک مردم این حقوق رو داشته باشن. از وقتی که من دادید سپاسگزارم.